سلام، چطورین؟ ببین یک چیز خیلی جالبی من الان دیدم، البته الان ندیدم، من از خونه داشتم میرفتم بیرون اینو دیدم، بعد حالا که دارم برمیگردم هم دوباره دیدمش، گفتم بذار برم. خدایی یه ساین زدن تو خیابون که اینها اتفاقا بایستا بتونشون بدم، نوشته تولد 105 سالگی بته و همه میتونن بیان یه سلام علیک بکنین، یه های بگین. خیلی جالب، من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم که مثلا تابلو بزنن تو خیابون تولد فلانیه، هم دعوتن تشریف بیارین خوشحال میشین. در نتیجه الان به خاطر اینکه من یکم وقت دارم میریم ببینیم چه خبره. کادو بد ببری؟ فکر نمی کنم ما که نمی دونستی. حالا امیدوارم که درست حسابی تابلو زده باشن سر کوچه خودشون هم باشه که من ببینم کجاست برم. ولی من تقریبا مثلا چقدر 3 ساعت پیش از خونه در اومدم این ساینه بود. حالا نمیدونم یه آدم 105 ساله مگه چقدر خیلی حوصله و انرژی داره که بخواد این همه مدت بمونه و همه بیان بهش چیز کنم. ولی حالا بریم ببینیم چیه دیگه. خب اینجا سر یه کوچه دیگه هم اینو زده، بد نباشه دست خواهد نگاه کن اینو، یه خانومه داره میره با سگش و دو تا بادکنک، احتمالا اونم داره میره تولد. اونجا هم من میبینم یه بادکنک با یه چیز. چقدر بامزه، خدای خداوند باورم میشه. دقیقا خونه بغلیش هم همین که من الان جلوش پارک کردم اوپن هاوس گذاشته. منم طبق عادت قدیمی میخواستم برم توش رو نگاه کنم و گفتم بابا ول کن دیگه ما خونه خریدیم، ولی از این ور صدا میاد. من بی خودی فکر کنم اینجا پارک کردم، ولی صدای موزیک نزدیکه، در نتیجه احتمالا خیلی پیاده روی ندارم. نباشه دست خالی بود، من از آفاجون گرفتم چون این خانومه که داره جلو میره هم یه کارت دستشه هم بادکنک، ولی نه ممکنه فامیلشون باشه، چون وقتی تو ساین زدی تو خیابون که خب نمیدونستی، یعنی مثلا فقط سر خر رو کج میکنی میری تو. اینم هم همسایه‌هاشونه. خداوند very young and tall. Hello. Give Sophie a big hand. Thank you. Yes, sir. I can't wait to be 105. I'm counting the days. به من سلام علیک کرد، گفت من حالا عممه یا خالمه این خانومی که 105 سالشه و توه، بعد تو این شکلیه. من یه خورد اگر داشته بخوای گرخیدم بس میکنم شاید نبد میومدم اینجا، چون یه بوی خیلی عجیبی میاد اینجا و خیلی به هم ریخته است و حالت چیز داره. بویی که میاد یکم عجیبه. خب من نمیرم بیشتر از این تو، شایدم میرم چون خیلی ها رفتن. من رفتم خانم بت دیدم و بهش گفتم هپی برثدی، ولی فیلم نگرفتم چون که یکم خیلی جو توش سنگین بود. بذار برم تو ماشین بهتون بگم. خب چیزه، دقیقاً تا لحظه ای که اون آقاه اومد گفتش که تولد عممه و اینا،
رفتم توی خون. تا اون لحظه فکر میکردم خیلی ایده باحال و بامزه‌ای که من اومدم مثلا همینجوری یه جا ساین گذاشتن تولد خانه رو تبریک بگم و خب قطعا ببینم چه خبره و برای شما فیلم بگیرم، ولی پامو که گذاشتم تو خونه گفتم ببین واقعا گفتم شت، چون که حالا من تا اونجایی که فیلم گرفتم و که دیدیم، ولی بعد از اون 10 برابر بدتر از نظر مخوفی و به هم ریختگی و کثیفی و اینای مثلا اون چیزی بود که شماها دیدین تازه. بعد هی میرفتی و اینا، بعد مثلا یه حال خیلی بزرگی بود توش، مثلا انباری مثلا همجوری وسیله ریخته بودن، یه بوی گندی تو تمام خونه میمد. بعد آقا هم که اومد اونم مثلا خیلی بومیداد، انگار که مثلا واقعا خانوم اگه 105 سالش بود همه یه چیزای خونه هم مثلا 105 سال بود که همجور مونده بودم. خلاصه رفتم و اینا، دیدم یه خانومی نشسته روی یه صندلی، روی یه مبل توی اتاق، بعد یه دونه حالت مثلا دستشویی سفری، دستشویی مثلا از اون که مثلا میتونی این برمار ببری، اون مثلا اون بغل بود، بعد این نشسته بود و بعد خیلی مثلا چیزایی که بهش وصل بود، مثلا اونم یه چیزی به کلش وصل بود، یه شال گردن حالت اکریلی، یه لباس پولکی خیلی مثلا چیز و اینا، بعد یه روج قرمز اتفاقا خیلی خوشگلم زده بود. ولی اصلا خیلی خانومه مثلا تو باغ نبود که اصلا چه اتفاقی داره میفته. هی هر کی میومد از اتاق تو بهش میگفت هپی برده، خب یه سریا نمیدونم حالا میشناختنش، بغلش میکردن و فلان و اینا، یه سریا مثلا من نمیشناختنش. بعد من رفتم مثلا گفتم که سلام، یکی از مثلا همجوریشم رد میشدم و اومدم بگم تولد مبارک، بعد گفت تو کی هستی؟ وای خدایا من ریجلی بودم. گفتم من صدفم، مثلا کسی خاصی نیستم، من صدفم. گفتش که چی فدس اینا، حالا 3 ساعت من هی اسمم اسپل میکردم، هی اشتباه میگفتم، میگفت بالا حرف بزن نمیشنوم. و دیگه خلاصه من دیدم خیلی جوز، نمیتونم بهتون حسمو بگم، خیلی استرس گرفته بودم، خیلی جو سنگین بود. بعد آخر بهش گفتم که همین، فقط مثلا من میرم الان، خیلی کاری ندارم، فقط میخواستم بگم هپی برده. اومدم بیام، هیچ کدوم از آدمایی که دیگه اون موقع اونجا بودن، مثلا یه سری پیرمرد پیرزن دیگه بودن و مثلا یه سری آدم دیگه اومدن تبریک بگن، اینا هیچ کدوم نبودن. بعد من یادم نبود که، چون خیلی پیچ پیچی بود اون جایی که رفتم به خانومه رسیدم، یادم نبود از کجا من برگردم. اومدم بیام یهو همون آقاها رو تو راه رو دیدم، همون راه روی تاریک و اینطوری. من میخوام برم از اینجا برم. بعد آقاه خب فکر کن تو راه روه دیگه، بعد اینجوری یه ذره مثلا رفت کردم، من گفتم قربونت خدافظ و هاو گود دی و فلان، دیگه دویدم آمدم بیرون. خیلی عجیب بود خلاصه کل ماجرا، ولی خب از یه طرف هم خیالم راحت بود که مثلا اتفاقی نمیافته، احتمالا بخاطر این همه ساین زدن اگه یکی اون تو خفچه، خب قطعا همه میدونن کجا برن دنبالش. نمیدونم علی منو میکشه اگه بفهمه. ببین این خانومم که الان داره میاد یکی از کسایی بود که من دیدمش داشت با خانم تولدی حرف میزد. ببین تیپش با مزه است، کلا همه چی میگه خیلی عجیب. ببینیم علی ببینیم اون چی میگه. عزیزم سلام، چطوری؟ خوبی؟ فداتم. از خوردین؟ آره اوکی. مطمئنی؟ اوکی. بگو چی شد. چی شده؟ مامانم یکم خراب بینت نداره، منم داغونم جان. داشتم رد میشدم الان از چند تا خیابون اونورتر و اینا، بعد دیدم که ساین داره. البته من این ساینه رو موقعی داشتم میرفتم هم دیدم. خب مثلا دیدی اوپن هاوس دارن یا گاراژ سیل دارن، از چند تا خیابون اون برتر مثلا از این ساینا میذارن تو خیابون تلش میزنن. نوشته بود فلانیز بردی پارتی، ایوریبادیز ویلکام. خب بعد من موقعی چون داشتم میرفتم با سارا قرار داشتم، میگفتم بابا چه مثلا برم و اینا. بعد که داشتم برمیگشتم، حالا جالبه من اصلا اونجا مسیرم نیست، امروز بی خودی دوبار الکی از اون مسیر رفتم، در واقع من مسیر مثلا از یه بار دیگه است. بعد داشتم دوباره از همون مسیر برمیگشتم، گفتم آقا بذار برم ببینم این چیه، نوشته everybody. و هم بعد زده بود 105 سالگی خانم بث.
همم از ویلکام کام سی های. من گفتم برم با مزه میشه برای فیلم. هنوز دهنم خوشکه. چیزی نشده. بعد رفتم حالا فیلماشو نشون دادم. بعد رفتم و اینا رفتم دنبال آقاه تو خونه. چی بود؟ ببین خونه. نه بابا. دوباره یه ذره دیگه میرفت یه حال بزرگ بود پر آشغال بو بوی گندیدا. بعد یه سگ بود با یه سگ دیگه داشت دعوا میکرد این اونو میکشید. اصلا ببین واقعا بهت میگم مثل صحنه فیلم وحشتناک واقعا جدی میگم. بعد آقاه همون اول که گفتش که اینجا من نفهمیدم یه سگی هم هست که مثلا اینم خیلی با این مال خالمه یا چیه و اینا. من دیدم دو تا سگ دارم با هم دعوا میکردن گفتم اینه سگه. گفت برو برو حالا. من اینجوری بودم مثلا مدلی که اینو درست کرده یا حالا خودش لباساشو انتخاب کرده مایکل جکسون تو تریلر صدفه. گفت بلند حرف بزن من نمیشنوم. گفتم اسم من صدفه. مثلا اینو گوشی که فدا صدف فلان اینا خلاصه هی اون اومده سل کنه هی نشد صدف صدا بیاین بگیرینش بیاین بگیرین. بعد چیزه آخر من گفتم ببین اصلا never mind I just wanted to wish you a happy birthday enjoy bye. اومدم برم دیدم ببین هیچ کدوم از اون آدمایی که اون موقع بودن دیگه نیستن. برگشتم دیدم اون محیط مخوف با اون همه وسیله و کثافت و اینا همون جوری بود. نه آقاه بود نه سگا بودن نه آدم های دیگه که هر کدوم شبیه مثلا فیلم ها خودشون درست کردن کلاف از این دامن همه رفته بودن وی منو میگی تبدیل شده بودم به زامبی لابا. بعد اصلا من نمیدونستم کدوم گوری با برگردم. بعد مثلا اینو همونجوری برمیگشتم و اینا یه هو رسیدم به همون راه رو تاریکی که حالا شاید یکمش تو فیلم باشه. همون آقاهه که گفت من این آنتمه که یه کلاگیس هم گذاشته بود آقای خیلی یه قول بود اومد جلو شاک ویمن اینتو انکنترولد هستیریا. گفت اوکی. گفتم وای تو رو خدا فقط بذار من برم. یعنی ببین تو رو خدا من فقط خف نکن. من از همین انتظار یعنی همین خواهش من از بغل اینجوری اومدم بیرون حیات فرار. خب چرا رفتی آخه؟ من چه میدونستم اینجوریه؟ ای بابا رفته خونه زامبیا. وای ببین خب خدا رو شکر زامبی نشی حالا یه سر دیگه قلبش مثل که نداره این قلبش هم که خلاصه بابا. بد بود. اگه خیلی علاقه من باشه میتونیم الان با هم بریم. نه بابا بریم به کارم و بریم بیرون کارم بریم. گفتم یعنی ببین به محض اینکه آقاه اومد و من پامو گذاشتم تو خونه پشیمون شد. پشیمون جالب بود تا دار شد دوام نکرد. بذار خاموش کنیم. سلام دوستان عزیز چطوری؟ خب چون ما الان دیگه همه چیمون آماده است که نیست کابینت و فلانه الان تنها چیزی که ما داریم سنگ آشپزخونه است که دیگه گرفتیم دیگه. حالا یکی از همونایی که بهتون نشون دادیم ولی وایسین دیگه سورپرایز هم چیزی بمونه دیگه همه رو دارم. امروز اومدیم سراغ چیزای آشپزخونه مثل گاز و یخچال و نفر و میکروویو و فلان و اینا و خیلی بامزه است که ما که اصلا انتظار نداشتیم. مثلا برای یخچال اون مدلی که ما میخوایم که مثلا از اولش بروش کابینت خودمون رو بزنیم و تو کار بشه و فلان و اینا میگن یک سال طول میکشه تا بیاد که الان انقدر از اونو اصلا نیست که یه سال طول میکشه. حالا کار نداره. این گاز که شما اینجا دارین میبینین به احتمال 90% گازیه که ما خواهیم گرفت. من یه گاز دیگه دوست داشتم اول که این قنبلیاش اصلا از اینا نداره زیر نتونه خود اینا رو روی خود سنگ کانتر کار میکنه و تو میتونی اونو مثلا به هر فاصله که دلت میخواد هر مدلی که دوست داری مثلا اینا رو بذاری دسته هاش هم همینجوری میرفت رو سنگ کانتر. ولی اونو من به هرکی گفتم همه گفتن که نه بابا این به خاطر بدن حرارت و اینا باعث میشه مثلا سنگ رنگش عوض شه فلان بشه به درد نمیخوره مثلا بیشتر برای قیافه کاری نداریم. این باز حداقل چون اینش این توه و خودش رفته تو و خیلی چیز قلمبه نمیاد بیرون باز مثلا بهتره. اونم به خاطر اینکه ما گازو داره میذاریم توی آیلند دو تا آپشن داریم. یا اینکه از بالاش اینطوری بیاد یا اینکه از اینا بیاد که از پشت گاز میاد بالا
خب اینا بهتر کار میکنه، مثلا بو رو یعنی بهتر میکشه و اینا، ولی خب یه چیز گنده میاد اون مثلا دیگه. اینا که میاد بالا اینا هم خوبه ها، ولی خب اونقدر بو رو نمیکشه و اگه یه ذره قدش کوتاه باشه توی این چیزای گازی، گازهای گازی باعث میشه شعله رو به سمت خودش بکشه، در نتیجه شعله زیر قابلمه یه نواخ پخش نمیشه. ولی خب خوشگل تره دیگه، چیز دیگه نمیدونی، یه چیز قبول و منقل اون وسط چقدر حد زد. بعد آها الان که ما داریم بیشتر میگردیم و مثلا نگاه میکنیم و اینا، داریم یه سری چیز دیگه هم میخواییم که قبلا نمیخواستیم. مثلا داریم این کافی چیزا رو، هر چیزی که خودم تو ذهنم بود این بود که یه دونه سر بذارم، یه دونه مایکروویو بذارم وسطش، یه دونه کابینت باشه که کابینت اینطوری باز شه توش بشه کافی استیشن، یعنی مثلا توش همین نسپرسو ماشینه باشه و مثلا لیوان و کافی هاشو این حرفا. الان که این رو دیدیم یه نفری که میخوام اسمشو بیارم گیر داده که خب چرا الینا نذاریم فلان دیگه، یکم بعد سر کیسه رو شروع کرد. قیمت خب قابل مقایسه، این ساید بای ساید آخه. آره ولی از اون داره چیزی، آره ولی دیگه ما نرا مدلشون بعید میدونم مورد پسند. بعد آقا یخ شدم، ما میخوایم که از این فرنچ دورا باشه این شکلی، یا از مثلا این شکلی ها، ولی از اینکه اینطوری باز میشه بالاش یخچاله پایینش فریزره، بخاطر اینکه اونایی که ساید بای سایده که فقط یه طرف یخچال یه طرف فریزه، یخچالش بزرگه مثلا مهمون داشته باشه دیس غذا رو نمیتونه بذاری پیرکس، ولی اونایی که اینطوری خب جا بیشتر داره. و الان ما مشکل دیگه که داریم دوستان عزیز اینه که من هر تیکه رو از یه برند خوشم میاد، مثلا گازو از این برند خوشم میاد نمیدونم، حالا یخچال که مهم نیست چون روش کاور میشه، ولی فر و مثلا مایکروویو و اینا خب معمولا یه برند همه رو میگیرن، ولی حالا بیا حالا یه برای دوری گردیم این یه مارکه خب به اسم کفه، بعد آنلاین که نگاه میکنی خیلی به نظر خوشگل میاد. اینجا من اومدم از نزدیک دارم میبینم، یعنی همه یه آرزو چی میگن همه یه تصورات هم به هم ریخت، مثل کیچن اید و جنرال الکتریک و ال جی و سامسونگ نیست، گرونتره ولی ولی مثلا به اندازه چه میدونم ساب زیرو بایتی نیست، این از چیز ما هست شد، این که حالا اصلا به در ما نمیخورد ولی این از چیز ما هست شد. چیزه یه دونه یخچال پیدا کردیم هم خوشگله، یعنی حالا خوشگل که روش رو نمیدم فقطی راجبه خوشگل راجبه این یخچال رو حفظه این نمیده توش بابت میکنیم، چون بعضی هاشون رو میبینیم مثلا همش سفیده، اگه زش باشه اونا ها، ولی مثلا حالا یه قیافه هم داره توش دیگه، بعد اینو میگه تقریبا مثلا 3 ماه اینای دیگه میاد، 3 ماه خوبه برای همون وقتش خوب میشه، چون ما یه ماه دیگه که شروع کنیم به ریمادل حدوداً 2 ماه هم اون طول میکشه دیگه، اینجور چیزا رو آخرین چیزی که میذارن دیگه. کلا معلومه این جنسش اروپاییه، حتی امریکایی هم خیلی خوبه جنسشون اینو، ولی دیزاین اروپایی ها خداییش. تنها چیزی که هست اینه که فریزرش بیا اینجاش میشوده کفش توریه، خب شاید تو اکسسوریز گفت مثلا میتونی آنلاین یه سری چیزای عوض کنی، ببین مثلا یه دونه چیز هم اینجا داره. آره ولی یعنی مثلا از بعد هم نیست که آشغالاش بریزه بیرون آدم جارو کنه. آره یعنی بعدش هم احتمالا ما اون یکی هم نگه میداریم یخچال فریزر رو. آره اونو میذاریم تو گاراژ. تو گاراژ چیزایی هم... که ولی بعد ببینیم این حالا داستان اینه که این کافی ماشینه بابا یکم... علی ولگون علامت سوال چطور واقعا گرونه کافی ماشینش، من میگه بهترین، البته حالا صدف گفت ولی مطمئنی اینو میخوای؟ گفتم عزیزم هرچی تو تصمیم بگیری. نه بگیری. گفتم ببین تو باید اینو خیلی عاشقش باشی که مثلا $6,000 فقط برای همین یه تیکه کافی ماشین مثلا آدم پول بده، اینو چی میگم خیلی باید عاشقش باشی به نظر من، چون اندازه گاز نه عاشق تو هم جان اندازه فیل قیمتشه. آره گرونه گرونه، باید فکر کنم ببینم بچه خوبی باشه. بعضی چیزا
مثلا موبایل میتونه هزار تا کار مختلف کنه. مثلا عکس میگیره. موافق نیستم ولی ببین یخچالم خوب یخچاله، یعنی از $1,000 داره تا $10,000 همشون هم سرد میکنه. ولی خب اگه آره، اگه ما نمیخواستیم بیلتین بذاریم، نمیخواستیم از اینکه روش کابینت میخوره بذاریم، مجبور نبودیم اینو بگیریم خدایی. چون اینا هم من نمیدونم حالا چی شده که انقدر یا علاقمند شدن. حالا کار نداریم. خب اینو پس حالا دیگه خوبه که میدونیم تقریبا چی میخوایم. یخچال اینم مارک خوب و آلمانی و بسیار بسیار معروفیه. همینم به ما میدادن خوبه، چون دقیقا همه چیش اینش هم که این وری باز میشه همون چیزی که ما میخوام. صدف در سرزمین عجایب. ببین یعنی واقعا احساس میکنم مغزم الان میکره که ما اومدیم بریم. اوکی دیروز ما یه جایی رفته بودیم، اون آقایی که به ما توضیح میداد اینا گفتش که مثلا یه برندی رو گفت یادم نیست چی، چون میگفت مثلا اگه بتونین همه چی رو از یه برند بگیرین، چیزای آشپزخونه رو یهو میبینی اینا پروموشن دارن، یهو رو پکیج بهتون تخفیف میدن، این حرفا. حالا غیر از این که کلا از نظر قیافه بهتره اگه همه یه برند باشه، از نظر اونجوری هم براتون بهتر میشه. بعد یه برندی رو گفت یادم نیست چی بود، گفتش که ولی این چیز نداره، این جزء پروموشن نیست. گفتم مثلا شنل برندهای فشنه که هیچ وقت تخفیف نمیده و فلان اینا. گفت آره. بعد آخر سر یه برندی رو که خودشون نداشتن به اسم گگنا که اینه، گفتش که یه برندی هست که من خودم خیلی اینو دوست دارم، اله بله دیزایناش فلانه و این حرفا، اون دیگه مثل ارمزه مثلا برندی. مثل فراریه. گفت البته که تو گفتی، گفت مثل فراریه که اصلا اونم تخفیف نمیده ولی خیلی باحاله اون حرفا. الان که بودشیم راید با اینکه من از اون آقای پرسیدم، گفتم مثل این گازه که ما دیدیم که دسته باش اینجاست چیز دیگه هم داریم، گفت نه. ولی الان که داشتیم راید میشدیم اینو دیدیم و میدونی جالبش چیه، بیا بهت نشون بدم. این یه تیکه نیست، این مثل پازله. تو میتونی مثلا دو تا از این بگیری اینو نگیری، مثلا یه دونه از این بگیری یا اصلا دو تا از این بگیری یکی از این. اینجوری باید خودت مثلا ستاش کنی که خب خیلی باحال میشه و ایناش هم که اینجاست و حتی فلش هم مثلا شیکه یه جورایی دیگه. این هم شیکه و دستش هم از اون بغله و این هم توش مثلا اون ولفا آبیه ولی آبیش یه ذره کم رنگ پردنگتره، اونقدر روح نمیزنه. بعد مثلا خب ما از این مکروویو اینجوری گفتیم بذاریم به خاطر اینکه چجوری بام شد بیار بیرون در بغل بکشش. نه اوه من با اینجوری به خاطر اینکه گفتیم اگر بخوایم اون کافی استیشن رو تو چیز بذاریم ماکروویو خیلی بالا میشه، ولی اینطوری راحت تر. ولی حالا یه چیزی رو شما هم بگیم، هم این آقاه گفت هم اون آقا دیروزیه گفت، گفت ماکروویوهایی که اینجوری کشویین توی کابینت کار میشن، گفت همه شون رو برند شارک میزنه و یعنی برای هر برندی که باشه اون فقط تولید کننده شه، بعد برای اینا فقط اسم اینا رو میزنه و حالا یه برای دیزاینش رو عوض میکنه، ولی ماکروویو همون میزنه و همونه و مثلا قیمتهای مختلف و برندهای مختلف میاد. گفت من باشم همون اون خود برند رو میگیرم، راحت ارزونتر هم هست. اصلا معلوم هم نمیشه اگه بخوای بذاری کنار گاز.